سالی که افشین قطبی با قلب شیر تیمش قهرمان فوتبال ایران شد، هیچ وقت به تبریز نرفت. اون موقع تیم‌های تبریزی هنوز بخشی از هویت لیگ برتر نبود. قطبی تو اولین قدم با تیم جدیدش پدیده فوق‌العاده‌ای به اسم یادگار امام و تماشاگراش رو تجربه کرد. راست یه پاس خوب، فرصت ارسال توپ داخل محوطه جریمه، موقعیت برای فولاد، توپ ناقص دفع میشه، همچنان فرصت هست که با درخشش فروزان توپ ناقص دفع میشه، فولاد همچنان داره فشار میاره برای زدن گل اول و فروزان که باز هم خوش میدرخشه درون دروازه تراکتور سازی. بالا صاحب این زاویه کرنر شده که از سمت چپ بیت زایی توپو میفرسته، بازم فروزان تن به کرنر داد. مسعود شجاعی، دوباره هاج صفی. اولین تغییر فولاد با قطبی شجاعت حمله کردن تو هر زمینی. ورود توپ به منطقه خطر سرانجامی نداشت. این سه تا حمله برای فولاد ایجاد شده. فرصت برای فولاد و توی دروازه. گل برای فولاد. روی سه تا حمله ای که شکل گرفت، یه گل زیبا به ثمر میرسه و فولاد 1-0 پیش میفته در 24مین دقیقه دیدار. 1-0. قائم اسلامی خواهم روی نیمکت نرفت. زده حمله های فولاد خط دفاع تراکتور رو نابود میکرد. یک اشتباه دیگه، پریرا موقعیت داره ایجاد میشه برای فولاد، زبیدی وارد محوطه جریمه هم میشه و داور نقطه پنالتی رو نشون میده، پنالتی برای فولاد. همین نگاه ها به محوطه جریمه تراکتور سازی دوخته شده. پریرا پشت توپ و فروزانی که قصد داره مانع عبور توپ از خط دروازه‌اش بشه. پریرا حرکت میکنه، ضربه رو میزنه و گل دوم برای فولاد. پریرا تعداد گل‌های فصل خودش رو به عدد 6 میرسونه. برخلاف جهت حرکت فروزان، توپ درون دروازه‌اش قرار میگیره. دانیال اسماعیلی‌فر از یه بازیکن به خوبی عبور میکنه، دومیش هم همینطور، فرصت برای اسماعیلی‌فر به گل. اصخایی میکنم تو به بیرون رفته برای سیانت از سه امتیاز. با بودن هاج صفی کورنر دادن به تراکتور تاوان سختی برای حریف داره. طرفدار به دست اومده، یه موقعیت عالی توی دروازه، گل اول به ثمر میرسه برای تراکتور سازی و امیدواری به اردوی تراکتور برمیگرده. روی ضربه کورنر تراکتور به گل میرسه و بازی 2-1 میشه. خوشحالی نیمکت تراکتور، بازیکنان این تیم به همراه 60,000 نفر تماشاچی تراکتور سازی. حملات تراکتور ادامه داره و نمیشه چیزی پیش بینی کرد. یک ارسال، موقعیت عالی و مرادیان ناباورانه ایستادگی کرد و ناباورانه این توپ گل نشد و ضد حمله میتونه شکل بگیره برای فولاد که ضد حمله خطرناکی هم هست. 2-2 هستند. به سمت محوطه جریمه حرکت میکنن، پاس عالی، توپی که گل نمیشه. تلسم یادگار شکست و برای اولین بار تو این فصل یه تیم با دست پر با تماشاگرای تراکتور سازی خداحافظی کرد. فولاد قطبی هنوز اول راهه، اما هیجانش رو از همین حالا به لیگ برتر منتقل کرد. خیلی عالی بود و من تبریک میگم به تمام هواداران و بازیکنان و کارد فنی و تمام شخصایی که تو قلبشون فولاد هست. نتیجه عادلانه بود؟ بله، من فکر کنم ما باید این بازی رو میبردیم. تا اومدیم نیمه دوم در واقع عوض کنیم همه چی رو، گل دومه تا حدود زیادی کار ما رو به هم ریخت. من به بچه‌ها گفتم بین دورنه، گفتم اگه ما گل نخوریم ما گل میزنیم، اصلا مطمئن باشیم ما به همه چی ما گل زدیم. و به همه تیم‌ها میدونستم که ما گل میزنیم، اما انتظار اون گل دوم نداشتم و تا حدود زیادی میتونم بگم که غافلگیر شدیم، اما بچه‌ها همه تلاششون رو کردن.